درود و وقتتان بخیر دوستان عزیز، اسمت اخیر هستم. خوش آمدین به ویدیوی دهم پروژه برندسازی کابل کایت. عزیزا، در این ویدیو میخوایم که بزنس کارت کابل کایت براتون دیزاین کنم و طور که در روی سکرین میبینین ریزلت یا نتیجه آخر کار ما همین چیز است و کوشش میکنیم مطابق با مو برند که تا حال ما دیزاین کردیم، مطابق چیزی که تا حال داشتیم پیش بریم و یک بزنس کارت مقبول دیزاین کنیم. خب میریم به سافتویر الستراتور. طور که میرین سافتویر الستراتور است و من فعلا در سکرین هستم که میتونم یک داکیومنت جدید کرییت کنم. خب اینجا داکیومنت های متفاوت هست، طور که خودتان بلد هستین. من از این پری مید یا چیزایی که آلردی آماده هستن از یه چیز انتخاب نمی کنم. میرم در قسمت میخوایم که داکیومنت خودم بسازم، پس بخاطر از اون چی میکنم ببینین، میتونم در اینجا داکیومنت جور کنم ولی چون تمام آپشن ها در روی سکرین نیست من میایم اینی مور سیتینگ کلیک میکنم تا اگه سکرین نو برما باز شوه. در اینجا طور که میبینین بعضی آپشن های متفاوت یا بیشتر اینجا هستن. خب اول در قسمت نام میخوایم نوشته کنم KKD بزنس کارت، یعنی کابل کایت دیزاین بزنس کارت. و در قسمت پروفایل ببینین، پروفایل هم اینجا آپشن هایی که اینجا هست منظورش امو چیزای پریمیدی هست که ما داریم، مثلا A4 هست و مثلا چیزای ویب یا سایز های موبایل، سایز های ویدیو. من در قسمت کاستوم هم میخوایم داشته باشم چون سایزی که ما وارد میکنم کاستوم هست کاملا. پس میام پایین در یک قسمت ببینین ما داریم number of artboards، یعنی چند دانه artboard ما کار داریم. ما دو دانه artboard کار داریم و موضوع دیگه در مقابل شما سهل میکنیم نشان میده که آرت بورد ها چرا کم چینده شده باشن. من این انتخاب میکنم یعنی پالو در پالو باشن تا زیر و زیر نباشن، با وجود که دو دانه کم است و قدر زیاد نیست ولی من این آپشن انتخاب میکنم. و موضوع دیگه گفته اسپیسینگ، که هر آرت بورد از آرت بورد دیگه چقدر فاصله داشته باشه. فعلا 20 پوینت است. ببینین من چون قرار است با اینچ کار کنم، پس میایم اول یونت ها تغییر میدم. ببینین یونت یا واحد اندازه گیری فعلا پوینت است، من از پوینت میرم به اینچ. اینا تمام از یا به اینچ تبدیل شد و فاصله که بین دو آرت بورد میخوایم داشته باشم 0.5 میمونه، یعنی نیم اینچ، نیم اینچ فاصله باشه. اول دختت پایین میبینین سایز A4 نوشته است، ما فعلا این را غرض نداریم. میایم به خودمون سایز خود وارد میکنیم و اتومات جور میشه. خب طبعا که میفهمین یک بزنس کارت استاندارد 2.5 اینچ میتونه باشه، یعنی که بر یا می ویت یا برش یا ارزش میتونه باشه 3.5، یک چیز استاندارد است و ارتفاعش باشه 2، که ای زیاد از امی سایز استفاده میکنن در تمام جای در افغانستان و مثلا در امریکا در هر جای. ولی اگر علاقه مند باشین میتونین 2.5 در 2.5 بگیرین که مربع باشه بزنس کارتتان، میتونین 2.2 بگیرین، ای مربوط خودتان میشه. اگر خواستین یک مقدار کریتیو باشین امروی سایز یک مقدار سرش کار کنین، یک مقدار در موردش مطالعه کنین، امروی پرینترتون صحبت کنین، یک کس کم پرینت بکنه براتون، بعد از اون میتونین یک سایز جدیدتر را انتخاب کنین. من فعلا سایز استاندارد را انتخاب میکنم که در جای است. و موضوع بعدی بلید است. بلید کل شما شاید بشناسین یا کسایی که نشناسن خیر از این درس، من بلید را هم براتون تشریح میکنم. خب من فعلا به خاطر که ما ضرورت داریم به بلید، من 0.1 اینچ میخوایم که بلید بانه. ببینید 0.1 اینچ کافی است در اینجا. فرضاً اگر این پیکسل می بود، شما میبینید که مثلا من این پیکسل میسازم، شما سعی کنین که مقدارش زیاد میشه، 36 پیکسل شد، مثلا 252 در 114 پیکسل شد، ما پیکسل کار ندارم. پس میرم در اینچ فقط نشان دادم براتون که این 0.1 از لحاظ پیکسل باز کمک بیشتر میشه. خب color mode CMYK، من CMYK را میگذارم چون قرار است بزنس کارت پرینت شوه، به دیگر رقم استفاده نمیشه بزنس کارت، فقط پرینت است. و دیگر raster effect resolutionش فعلا های است، 300 پوینت پر اینچ و میتونیم ایره زیادتر نیم زیادتر نمیتونیم، 300 آخرینچ است ولی کمتر میتونیم 152 که همی 300 به نظر من کافی است. و preview mode فعلا من دیفولت میمونم، overprint و پیکسل یار انتخاب نمی کنم، ضرورم نیست. تمام چیزایم جور شد فعلا، چیزی نداریم که مشکل باشه. ما میریم بگیم create document. بله document ما
کرییت شد. خب من اینو در یخم بالا میذارم. طور که میبینید عزیزان، قسمت که سفید است اصل آردبورد ما است و قسمت که سرخ است شما اینو میبینید ای امو بلیده است که ما استفاده کردیم. و بلید چی است؟ امیر میخواییم براتون زودتر تشریح کنم تا امی چون وله کردم امی حل شد. ببینید فرضاً ما داریم یک دوی در 3.5 انچ فرضاً اینجا است میگذارم، مثلا یک باکس جور میکنم میگم دوی در 3.5 انچ باشه. بله خب من اینجا اصول میکنم استروک نداشته باشه، یک رنگک داشته باشه. فقط میخوام براتون یک مقدار امینو نشان بدم. ببینید مثلا اگر اینی چیزا ما بخوایم بک‌گراند خود استفاده کنیم، فکر کنید که این بک‌گراند یک بزنس کارت است از کابل کایت نه، خب فرض کنید همین است. اگر شما دقت کنید بسیار فکس قرار گرفته. اگر در پرینت، در وقت پرینت، در ماشین پرینت یا حتی امی خود کامپیوتر دیتایی را که به پرینتر میده یک مقدار هم اگر در اینجا اشتباه باشه، حتی به یک پیکسل اشتباه باشه به این رقم، شاید از دور شما قدر رو متوجه نشین، ولی در پرینت باز او خرابی میآید و باز حتی اگر یک پیکسل هم باشه خرابی در اونجا میآید. پس به این خاطر ما چی میکنیم؟ ما یک مقدار سایز خود را کلانتر میگیریم از اون چیزی که ضرورت است. مثلا چیزی که بک‌گراند ما است یا کدام شیپی که از در روی مثلا دیزاین ما قرار میگیره، ما یک مقدار کلانتر از اون میگذاریم که یک مقدارش بیرون برایه. چون اگر پرینتر یا اگر کامپیوتر اگه اشتباه کرد به یک پیکسل دو پیکسل، بازم ببینین شما آردبورد ما درست است. حتی اگه این قدر اشتباه میکنه بازم آردبورد ما در اینجا متضرر نمیشه. پس ای از بلید. خب فعلا یک معلومات در مورد بلید بود. میریم و حالا کار خودش شروع میکنیم. من این باکس هم کجور کنیم میرم دلیت میکنم. خب ببینید عزیزا، به خاطر دیزاین ما طوری که شما دیدین در برنامه قبلی، در ویدیوهای قبلی ما تانستیم لوگو را دیزاین کنیم و همچنان بک‌گراند را که ضرورت داشتیم او را هم دیزاین کنیم. فعلا ما مثلا میبینید کابل کایت ما براتون دیزاین کردم، ولی ما کال کایت هم داریم، هاست کایت هم داریم. فعلا ما در آمریکا قرار است که لوگوی که مربوط به کالکایت میشه ایده پرینت کنم و ایده پیش خود بگذارم و به دوستای خود و کسایی که میخوایم برای اونا این بزنس کارت بدم. پس فعلا ما امروی لوگوی کالکایت ایده دیزاین میکنم، فرق نمیکنه امروی هر لوگویی که بخوایم دیزاینش کنم، ولی ما هاست کایت هم داریم. به هاست کایت ما ضرورت ندارم که بزنس کارت جور کنم، فقط به کارمندای ما که در کابل هستن او امروی لوگوی کابل کایت بزنس کارت جور میکنن و ما که اینجاست امروی لوگوی کالکایت برای خود جور میکنم. خب اول میرم اینا تمامش لاک هستن و میرم در قسمت لیرز و امی کالکایت. ببینید شما میرا سیف کردیم تمام معلومات، ببینید بک‌گراند دارک، بک‌گراند وایت سفید ما و هاست کایت، کالکایت، کابل کایت تمامش اینجا است. من کالکایت از اینجا واز میکنم قلفش و مکمل انتخابش میکنم و از اینجا ایره میبرم در این قسمت و یک کنترل جی هم میزنم که در گروپ باشه تمامش. فکر کنید ایره اینجا آوردیم. خب یک موضوع، موضوع دیگه بک‌گراند ما است. ما بک‌گراند سفید هم داریم، بک‌گراند رنگه هم داریم در اینجا. و اگر شما دقت کنید عزیزا، من میخوایم که ایده بک‌گراند را از قلب شبرتان واس کنم، امی خود تکسچر ما هیچ کدام تفاوت در اینجا و در اینجا نداره. امی این تکسچر از ببینید اینمی تکسچر رنگش کاملا سیاه است، ولی اپستی از این اشت است. مگه اپستی دیر زیاد بسازم ببینید این رقم میشه. اپستی از این ما چند ماندیم؟ اشت ماندیم و این استاندارد ما در کابل کایت. و شما در یک قسمت دیگه ببینین مثلا اینجا ما بک‌گراند که رنگش زیادتر است، اینم تنها فرقش هم روی از این است که این هم ببینین 8 از پیکسل 8 فیصد از اوپستیش تنها فرقش است. در قسمت اوپستی اگه بیاین در یک قسمت ما این را سافت لایت گذاشتیم، اما بلندینگ مودش است سافت لایت گذاشتیم، به خاطر از اینکه اگر سافت لایت ما این نگذارم، شما ببینین اگر ما این نرمال بگذارم، حالا اگر شما سعی کنین این رنگ اصلی ماست و این رنگی است که این بک‌گراند بر ما میتونه، این رنگ ما رو تغییر میتونه. پس این انتخاب میکنم و این رو میگم soft light و شما سعی کنین رنگ اصلی ما در اینجا تغییر نمیخوره و یک تکچرک بسیار خفیف در او اضافه میشه. پس من تمام این انتخاب میکنم، بازم در قسمت بالا میگذارم. حال امیر ما ضرورت داریم باعث بک‌گراند خود ببریم و هر دوی از این انتخاب میکنم، کنترل جی میکنم که در یک گروه میارمشان و در این قسمت میگذارمشان. خب این هم به این رقم.
اینا رو چیکار میکنیم عزیزا؟ فعلا ما چیزی رو شروع نکردیم، فعلا ما تمام دیتای خود را جمع کردیم آوردیم که کار خود آغاز کنیم. اول ای که ما ببینین امی کابلکای تا لوگوش انتخاب میکنم، چون در قسمت سواچ ما شما سعی کردین ما تمام رنگا رو نداریم، فعلا تمام رنگا رو نداریم، ما کابلکای انتخاب کردم و در قسمت میام در قسمت سواچ اومدم در اینجا سر فولدر کلیک میکنم و باز اینا میره به نام ککدی کالرز اوکی اد میکنم، تمام دی رنگ ها اد شد. و موضوع بعدی ای است که امی تکسچر ماست و تکسچر ما قرار است در دوی از یا عین سایز داشته باشه. عین سایز داشته باشه چی مانو ایرم برتان تشریح میکنم. اول من ایره خورد میکنم به اندازه یکی از امی بزنس کارت ها باشه، بله خب اندازه بلیدش باشه و این اندازه، بله دقیق شد. این حالا ای اندازه ای است که ما ای را قرار است در وعیس بگراند از ای استفاده کنیم. خب حالا من چی میکنم؟ اما تکست را قرار از ای داشته باشم او را هم نوشته میکنم. ببینیم من میام تکست را از ای فعال میسازم، در ای نوشته میکنم اسمت اخگر. خب ای را کنترول ای میکنم و میخواییم این فانت که در کابلکارت من استفاده کرده بودم او را در ای استفاده کنم. او بود SF فورت، این همی اولیش هست. ببینین امو حالات را که داره زیاد باریکتر از این نداره و ما طوری که قبلا هم دیدین من خودم او را باریک ساختم در خود لوگو. خب اگم اینجا یک مقدار سر از این تکست ما کار میکنیم. اولی که ما میخواییم که ای که اول نام هست ای خورد شوه، ای خورد، بله. به خاطر چی؟ به خاطر که شما سعی کنین سی که در اول نام لوگوی ما هست، تمام لوگوی ما چی کابلکای چی کلکای چی هاست کایت کل شما حروف خورد گرفتیم و اینجا هم سی خورد است بینن. پس من چی کردم؟ اول اسم خود به حروف خورد کردم و اینجا من تخلصم میخواییم که به حروف کلان باشه. پس من چی میکنم؟ میایم در خاطر characters از اینجا ایران انتخاب میکنم که حروف کلان شده. حال چی میکنم عزیزا؟ امی تکست را که جور کردیم و میرم ایره در قسمت object و ایره میگم expand. چرا expand؟ چون از حالت تکست میخوایم خارج شده. وقتی که از حالت تکست خارج شد باز من سرش کار میکنم. این حالا چی میکنم؟ من فقط تخلص من اخیره یعنی انتخاب میکنم، میایم خب فعلا من ایره کار ندارم، میایم در قسمت بالا استروک. من برای از این میخوایم یک استروک بتام، یک استروک سفید و میخوایم اندازه استروک باشه 0.25. خب رنگش سیاه است، من رنگش سفید میخوایم، بله 0.25 کم از 0.5، 0.5 خوب است، بله 0.5 خوب است. من 0.5 برای از این استروک دادم. حالا من انتخاب میکنم، باز میرم و میگم که object expand. حالا دیگه دوباره این expand ساختم، یعنی که میتونم امیار ازش دلیت کنم. خب من چی میکنم؟ اینال میرم و میخوایم قسمت های اضافه زیر کلش دلیت کنم تا تنها حروف برمبانه و از اینجا shape builder tool انتخاب میکنم. یک رنگه که دیگه میگیرم که فامیده شده. این مثلا قسمت ها هست، بله ببینین و کمال امیاره ازش پاک میکنیم، بله. حال پس میرم در این قسمت و امو سلیکشن تول میگیرم. این دال میخواییم قسمت های آبی رو مکمل دلیت کنم. حال تمام از این انتخاب میکنم، تمامش انتخاب میکنم و ایناله ما ایره را میخواییم کنش بیارم پایین و فکس هم اندازه اسم یا نام بسازه میشه، بله یک مقدار کلانتر، بله. خب تمام از اینا فکر میکنم که بعضی قسمت های دارن که باید اینا دلیت شون، باید بسیار پاکاری شون هر کدام از اینا، هر کدام از این حرف ها وقتی که این کار انجام میدادم حتما بعضی خرابی می داشته باشه. خب ببینید این من اسم خود به این رقم خواستم که نوشته کنم، بله اسم به این رقم خواستم نوشته کنم و اینجا من کلش کنترل جی می کنم که یک گروپ شود. پس اینجا ببینید چی جور کردیم. من اسم خود جور کردم، اینجا میمونم میشه، لوگو رو هم جور کردیم اینجا میمونم و این هم بک‌گراند ما که اینجا
است. این دیتای ما فعلا دیتای مورد ضرورت ما اینجا است. بعد چیزای دیگه هم ضرورت داریم، مثلا شماره تلفن و تمام چیزای دیگه هم میخوایم همیا آماده کنم و بعد از اون بود بریم دیزاین شروع کنیم. تا اینکه نفهمیم ما چی چیزی را در دیزاین خود میخوایم داشته باشیم، نمیتونیم یک دیزاین خوب داشته باشیم. پس اول باید اینا کلیر بسازیم که چی چیزای در دیزاین ما ضرورت است. پس من یک تکست باکس دیگه گرفتم و اینجا میخوایم شماره تلفن خودم نشون کنم، مثبت 1 510 458 91 39. خب این شماره تلفن من است، من انتخابش میکنم و فونت که برای این استفاده کردیم پاپن است، POP. این فونتی است که من استفاده میکنم در تمام دیزاین کابلکای در وبسایت ما، در تمام چیزایی که ضرورت است. من مثلا این فونت که در لوگو داریم، این فونت باعث فونت تکست ما نیست، این فونت باعث یک تایتل فونت ماست، ولی اصلا ایده من استفاده میکنم برای موضوعات دیگه که ما داریم. خب نه فهم که باریک از زیاد یا نیست، خیر است با داینده تصمیم میگیریم، اگر که ضرورت بود یک مقدار کلانترش میسازیم. دیگه شماره تلفن بود، وبسایت ما www.calkite. خب کلش روز کلان است، من پس کلش پاک میکنم، خود باید باشه. کپس لاک آف میکنم و اینجا کپس لاک رو آف میکنم، باز www.calkite.com و وبسایت ما info@calkite.com. خب این انفورمیشنی است که قرار است ما داشته باشیم، اینا رو هم نوشته کردیم. فعلا من چی میکنم، این یک تکست است، من از یک کپی میگیرم و خاطر که نمیخوایم که کدام مشکل پیش آید، اگری خراب شد باز من از این استفاده میکنم. فعلا من اینو دیگه دور میمونم و این تکست که اینو نوشته کردیم، اول من تمام از اینا رو به این طرف میارم، بعد از اون پس میرم به object expand. به خاطر چی؟ به خاطر که قرار است که این طرف ما صاف باشه، این طرف ما مشکل بود خیر است. خب این شد تمام مواد که ما ضرورت داریم. حال چی میکنیم؟ ببینید عزیزا، در قسمت که ما لوگو را جور میکنیم، ما تقسیم بندی داریم. مثلا همین خود بزنس کارت ما تقسیم بندی میکنم، به خاطر که میخوایم بسیار پرفکت بیه، پروفشنال بیه. پس ما این را تقسیم بندی میکنم. چرا هم تقسیم بندی میکنم؟ میخوایم که اینجا میتونم که از مثلا کنترل آ را بزنم، میتونم که مثلا از این خطا استفاده کنم، اما من یارا کار ندارم، من از این استفاده نمیکنم. من یک طریق خاص خود دارم که همیشه همین کارو میکنم. چرا که ببینید، من یک مربع اینجا میکشم، این مربع را من یک رنگ یا یک استروک یا بالاخره یک رنگ برش میتیم، مثلا رنگ آبی، درست است؟ هیچ استروک نداره. فعلا من از این یک کپی میکنم، در کنارش میمانم، دو، یکی دیگه هم سه. حال امیر من کپی میکنم، مثلا میبینیم یک کپی، دو کپی. خب تمام از دارم ایوی من اینجا فکس میکنم به یک قسمت، فکس میکنمشان، بسیار خوب. و باز من اینجا کلان میکنم اندازه تمام بزنس کارت، و اینا در نظر بگیرین به اندازه بلید کلانش نمیکنم، چون یک گاید است، یک راهنمای ما است، فقط راهنمای ما است و راهنمای ما نمیخوایم که بلید ده او حساب کنم، چون بلید یک چیز نیست که من اون رو در پرینت داشته باشم، اون فقط یک چیز سیفتی است، به خاطر احتیاط است که کنم خرابی نشه، یعنی یک چیز دیزاین ما شامل نیست. خب ما میخوایم که این فکس باشه، پس یک مقدار سفیدی داره، من اینا کش میکنم پوینتر. بله فکر میکنم باید کنم، مشکل نداره. ببینین اینال در اینجا شما خودتان دقیق دیده میتونین که بزنس کارت ما سه تقسیم است، از ارتفاع مگه در نظر بگیرین، از طول مگه در نظر بگیرین. ما تمام از یاره انتخاب کردیم، من چی میکنم؟ میرم فلشانه اوسو میکنم، فل نمیخوایم داشته باشن، میرم برای یک ستروک میتونم، مثلا یک ستروک، یک رنگه که بسیار عادی و سایزش هم 0.25 که بسیار باریک باشه. خب این رقم یک تقسیم بندی شد، اما ما میخوایم که از لحاظ از اینکه مثلا از نیمم شوه یک تقسیم بندی دیگه داشته باشم. پس من چی میکنم؟ باز یک مربع را به این رقم میگیرم و این مربع را من فلان استروک نمیتونم و برای این یک فل میتونم، یک مربع است، در پالوی از یک مربع دیگه میمانم، هر دوی از این انتخاب میکنم، چهار مربع شد. بله معیار کلان میسازم و این دفعه هم من میرم برای یک
یک پوینت و رنگش هم سیاه استروک میتم و فلش هم کاملا اوسو میکنم و این استروکش هم تور میکنم که داخل باشه، بیرون از اون نباشه. بله شما سعی کنین. حالا خب اگر که بسیار زیاد است ما میتونیم که ایره یک مقدار کم کنیمش، بس مثلا یک هست ما از یک میانیم دستخواه شو رفت به پنج. این حال چی میکنیم عزیزا؟ ببینید ما تقسیم بندی صفحه خود تانستیم انجام بتیم. من یک دانه مربع دیگه جور میکنم در سر از این و این مربع را من یک استروک برش میتونم، مثلا میگم ده پوینت. ده پوینت زیاد است، میتونیم مثلا پنج پوینت و این پنج پوینت مکمل در داخل میخواییم باشه. پنج پوینت کم است، میتونیم میسازیمش پس افت پوینت. فکر میکنم افت پوینت خوب است. بله اینا شما سعی کنین. من تمام دید انتخاب میکنم و کنترل جی. این همی که هست گاید ماست یا رهنمای ماست. من در قسمت لیر ها میرم، یک لیر نو جور میکنم در بالا و امی چیزایی که گفتم گاید ما هست یک گروپ از تمام دیرم در امی لیر نو مندازم و ایره لاک میکنم و هر وقت اگه بخوایم میتونم که ایره خاموش کنیم پس روشن کنم. خب این بود گاید که ما داشتیم و جور کردیم. فعلا ما این گاید در ایده دارم و ایده ما اپستیش کم میکنم. خیر است، ضرورت نیست که اپستیش زیاد باشه، پس لاکش میکنم. این حال ما میرم و دیزاین خواست سرازی شروع میکنم. چه رقم دیزاین ما شروع میکنم؟ ببین یک لیر دیگه جور میکنم در زیر از این من ایده نام شایی مانم گاید. یک لیر دیگه جور کردیم و این لیر ما از دیزاین ما در این لیر میگذاریم. اینا چی میکنه؟ ببین ازا ای از لوگوی مکمل ما در فرانت ما که مثلا ما در شماره تلفن است، نام است، در وجه ما نمیخوایم لوگوی مکمل باشه. لوگوی مکمل ما در پشت سر قرار استفاده کنم. پس ما چی میکنم؟ از این لوگو ما فقط ابسترکت ما کپ میگیرم. این ابسترکت انتخاب کنم، کنترل X میزنم، پس میرم میبخشین کنترل C باید بزنم. کنترل C نمیخوایم که از جایش به جایش، پس کنترل V میزنم، یک دونه از این کپی گرفتم. درست است؟ و اگه شما دقت کنین این فایل گاید ما که هست در سر از این هست، در سر تمام چیز هست، به اون خاطر رقعی معلوم میشه و اون کار مشکل نیست. خب ببینین از این لوگو را ما میخوایم که اینجا به شکل یک دیزاین از لوگو استفاده کنم. یعنی خود لوگو را نمیخوایم استفاده کنم، یک قسمت از این را میخوایم استفاده کنم. و این تقسیم بندی هایی که اینجا میبینین، این تقسیم بندی هایی است که ما تصمیم گرفتیم اینا را ترای کنم ببینیم کدامش بر ما خوب است. ببینین فرضاً اگر ما بخوایم که همین لوگو را مثلا بخوایم به شکل این رقم استفاده کنم، بله شما میبینید اگر به این رقم بخوایم استفاده کنم بیرم اوسو کنم. شما سعی کنین مثلا اینجا ما زرد داریم، آبی داریم، سرخ داریم کاملا در اینجا میتونم مثلا اینجا بالا برم در بالا بچسبانم میشه. یک مقدار از رنگ یا از این قسمت از لوگو در داخل دیزاین ما آمده که نمیدونم من میخوایم همه تو باشه. من پس گاید ما رو روشن میکنم. اینا شما سعی کنین مطابق گاید ما، ما چه رقم میخوایم؟ من میخوایم که زیادتر قسمت گاید ما را همین دیزاین ما بگیره و انفارمیشن هایی که داریم نام و شماره تلفن بسیار ماهرانه در او قرار داده شده. پس من چه رقم میکنم؟ ببینین من قبل از اینکه من ویدیو را جور کنم من بسیار رقم های متفاوت را من ترای کردم، من دیدم انواع متفاوت که شاید اگانتش خوب بود اگانتش خوب نبود بر صورت، ولی من یک نتیجه گرفتم و یک چیز را خواستم که دیزاین کنم اون رقم، ولی این دیزاین دفتن نشد. من بسیار سرش فکر کردم. خب ما امون دیزاین را که سرش فکر کرده بودم و آماده ساخته بودم امون را میخواییم که بر شما آماده کنم. خب ببینید چه رقم میکنیم. ما امی لوگوی کابلکایت ما هست، ما این لوگو رو چه رقم میکنیم؟ ببینید من میخوایم که ایتو باشه، یعنی که از بالا و پایین که میره. این رو میخوایم تاور در اینجا قرار بتم که شما ببینید از لحاظ ارتفاع ما سه قسمت داریم. ببینید سه قسمت داریم، خطای ما سه قسمت مشخص ساخته. ما میخوایم تا دو قسمت پایین بیاید لوگو، یعنی یک قسمت خالی مونه برای انفورمیشن ما و از لحاظ چی میگن عرض، از لحاظ عرض من میخوایم که امی یک قسمت آخری ما کمانده نیم از او خالی بانه، وایت سپیس بانه. چرا که مثلا اینی قسمت ببینین از اینجا تا اینجا یکی از سه قسمت ما، ببینین یک قسمت، دو قسمت، سه قسمت. قسمت سومی ما میخوایم که نیم شوه و نیم دیگه از او خالی بانه، نیمش دیزاین ما باشه. ببینین که کمکی دی پس میاریم انتر.
دیدیم. خب فعلا چه رقم از دیزاین ما؟ فعلا ما رنگ سرخ ما به اینجا داخل شده، رنگ سبز، آبی، زرد کلش. ما میخوایم که یک مقدار دیگه این دیزاین خرد کنم، یک مقدار خردتر کنم. بله شما میبینید، دقت کنین، ما دیزاین ما تاور ساختیم که از خود کنوس خارج شده تا پیش بلید رسیده. خب فکر تا بلید نرسه، میتونیم تا بلید برسانه ولی مشکل نداره. همین رقم میخوایم بالا میشه و این قسمت های دیگر شما سر میکنید. دیزاین ما از بلید هم تیر شده و بسیار یک کار خوب است که مشکل نشه در آینده، ولی دیزاین ما در کل به این شکل است. خب در اینجا ایزان ما میخوایم بعضی تغییرات در بیارم. خب اول ما میخوایم که قسمت های اضافه از این را کت کنم. قسمت های اضافهش باید کت شوه و چی مونه؟ این قسمت را کت نمیکنیم چون خودش تا قسمت بلید است، ولی قسمت هایی که از بلید خارجی است من اینا را میخوایم که از بین ببرم. پس من یک دونه باکس کلان در اینجا رسم میکنم که تمام از این قسمت های اضافه را در بر بگیره و از یک فیلم میتیم، مشکل نداره و باز اینا را انتخاب میکنیم کلشه. و باز میایم از اینجا شیپ بیلدر تول میگیرم، تمام از اینا را یکی میکنم و باز اون باکس انتخاب میکنیم و دلیتش میکنیم. و چون بکگراند ما سفید است، ما ضرور ندارم که یک بکگراند سفید یا تا بلید رسم کنم. مثلا اگر بکگراند ما سرخ می بود یا آبی می بود، ما حتما یک باکس را میگذاشتم که تا بلید برسه، ولی چون بکگراند ما سفید است مشکل نداره. خب این بود اندازه گیری های ما. و باز فکر میکنم یک مقدار ببینین ای از حالت پایین آمده از اینجا، چون ما ایده ریسایز کردیم پیشتر و پس ایده باید ایده بالا برم تا اندازه همی باشه. و بله ها، یک مقدار از اینجا اضافه برآمد، من باز ایده انتخاب میکنم کلشه و این دفعه باز امروی شیپ بیلدر تو کت. بله خب اینال ما میخوایم که امی گاید ما که دیجه هست ایره ما ترن آف کنم که مزایمت میکنه. این شد دیزاین ما فعلا. خب بعضی رنگ ها رو ما اینجا قرار است تغییرات دهش بیاریم. این کدام رنگ هست ایره میخوایم براتون بگیم. اول این سبز ما میخوایم سرخ باشه. چرا؟ چون ببینید ما یک رنگ آبی دیجه دارم، میخوایم هم وزن رنگ آبی رنگ سرخ هم باشه. پس ما میخوایم سبز انتخاب میکنم. سبز انتخاب شد، میرم از این قسمت یا از سواچ از هر جایی که برین میتونین برین در اینجا رنگ دیگر انتخاب کنیم. من میام رنگ سرخ از انتخاب میکنم و در عین حال این رنگ سرخ ما یکی داریم، این رنگ سرخ هم میخوایم اوسو کنم و یک رنگ تیره ما که از اون استفاده کنم. شما دقت کنید از رنگ های ما بسیار اینجا متوازن استفاده شده و رنگ دارک ما که در اینجا استفاده شده به خاطر از این است که ما میخوایم تکستم در روی از این رنگ قرار بگیرم. پس این مشکل نداره. خب ببینیم آل چی میکنیم. ما چیزایی که اینجا داریم، تکست که اینجا هست، تمام چیزایی ما اینجا هست، ما میخوایم که تکست که اسم مسیر بیارم در این قسمت در بالا قرار بتم، که البته هم در پشت سر دیزاین ما هست، بیارم بالا از قسمت لیر ها و این انتخاب میکنم. رنگ از این تبدیل میکنم، رنگ سفید برش میکنم، بخشی رنگ سفید و یک مقدارم کلانتر میسازمش. حال ما میخوایم که امی قسمت که امی رنگ تیره که داریم، میخوایم که امی تکسچر ما در اینجا استفاده شود، میخوایم تکسچر ما در اینجا استفاده شود. پس ما چی میکنم؟ من میایم دوباره امی رنگ انتخاب میکنم. اول یک باکس در اینجا میخوایم رسم کنم. پس ما میخوایم چیکار کنم؟ ببینید در قسمت پایین و در زیر از این رنگا رو شما انتخاب میکنین. در قسمت پایین ما سه آپشن داریم، یکی درا نورمال، دیگهش درا بیهیند، دیگهش درا انساید، یعنی در داخلش میتونیم رسم کنیم. پس من درا انساید انتخاب میکنم و در اینجا من یک دونه باکس سفید کار دارم، یک دونه باکس کار دارم و رنگ از این باکس هم باید باشه سفید. خب ای باکس ما کار داریم. موضوع یک. موضوع بعدی همی بود که ما میخواستیم که ای تکسچر ما رو داخل بریم. پس من ای تکسچر هم هست، من ایره کنترول سی یک کپی ازی میخواییم بگیرم، کنترول سی کردم، باز میرم دمیجا و امیره که ما درا انساید گفتیم دمیجا داخل میشم. پس نمونجا خدا میرسانم. بله اینجاست، من امیره شیپ سفید ما رو انتخاب میکنم، کنترول وی ایره دمیجا انداختیم، ایره میارم دمیجا به داخل امی درا انساید ما که انتخاب کردیم، به داخل از اون میخوایم ایره بندازم. شما دقت کنید در کجا ما ایره انداختم؟ در داخل امی
قسمتی از کالکاید که درا انساید است. خلاصا من این انداختم، شما سعی کنین که تکسچر ما در اینجا آمد و به خاطر که این باکس سفید ما گم نشه، من این باکس سفید بالا میارم در این قسمت میذارم. بله و کل چیز ما فکر میکنم که درست است. باز پس میریم، بک میریم از اینجا. بله ببینین فعلا کل چیز ما درست است. خب این باکس سفید که ما اینجا آوردیم به چی آوردیم ایرم اینال براتون میگم. من نام خود یک مقدار دیگه میخوام خرد کنم، میخوام در قسمت قرار بتو میشه. حال چی میکنم این تکسچر ما را چون بسیار مزایمت میکنم، من او رو میخوام آف کنم. میبخشید لاکش میخوام کنم. خب تا کجا بودی تکسچر ما فکر میکنم که بله نمی تکسچر ماست که لاکش کنم. موضوع اول، موضوع دیگه امی باکس ها که من گفتم آوردیم ایده، ما میخوایم که مطابق تکست ما باشه و به خاطر از اینکه بفهمیم امی سیف یا مرز ما چی هست در کجا هست، من امو گاید خود پس روشن میکنم. شما سعی کنین من ای باکس اندازه امی گاید ما میسازم که از او که در پیش نبیاید. پس من گاید ما را آف میسازم و یک مقدار که از این مثلا تا پیش بلید از این خارج شده هیچ مشکل نیست، پروا نداره. خب این شد خود تکست ما. بازم من ایره دقیق امروی از این بله هم وزن و به اصطلاح هم اندازه میسازیم و امی اندازه که خود از این است امی اندازه اسپیس هم بینشان گذاشتیم. و حال چی میکنیم؟ یک قسمت در زیرش ما بعدش سایده یک قرار است نشته کنیم. دوباره یک تکست طول میگیرم و طور قبل براتون گفته بودم تکست فونت ما پاپن است. من دوباره میخوایم در زیر از این یک چیز دیگر نشته کنم به فونت پاپن. اول سایز فونت خود خورد میسازیم، فعلا 12 است، میره میسازم مثلا 8. باز دیگه من نشته میکنم، مثلا نشته میکنم. خب کنترل زد انگلیسی رو انتخاب کردیم. ویب گرافیک سایز سایز دیدی سیار جد کلان است. ویب گرافیک من ایره میخوایم که در این طرف بیاید، چرا خم ولی از طرف راست بیاید. و یک چیز دیگه آرت. بله باز کنترل ای میکنم کلشانه و این فعلا اکسترا لایت است. من ریگولر انتخاب میکنم یا ریگولر بسیار زیاد است، لایت شان انتخاب میکنم. پاپن رنگشان باشه سفید و خب 8 پوینت، 8 پوینت خوب است یا 7 پوینت، 7 پوینت شاید خوب باشه. ببینین قابل خواندن است، قابل خواندن است. بله خوانده میشه. خب بازم اگه ما این رو بریم به 6 فکر نمیکنم که مشکل باشه، هنوزم خوانده میشه. و هر صورت خوب عزیزا من خواستم که بسیار زیاد خلاص باشه، یعنی من ضرورت نداشته باشم شکل منیجر یا دیگه یا دیگه. فقط چیزی که من انجام میتونم نوشته کردیم و امی کاری است که من انجام میتونم. باز میایم از قسمت لاین سگمنت طول میگیرم و اینجا میخوایم که یک لاین به وجود بیارم تا یه قسمت هم میتونه باشه. میتونیم تا اندازه تکست بالا کنید، میتونید اندازه تا اندازه تکست که در پایین است انجام میتونید خط کنه. خب من تا می اندازه میارم اینا و بعد از اون میایم اینجا رنگ استروک سفید و سایزش هم میدم 0.25 و حال شما سعی کنین که چه رقم است. بله فکر میکنم که مناسب است. خب کار بعدی که قرار است انجام بدیم است که شماره تلفن میاریم. شماره تلفن ما وقت مشکم شماره تلفن وبسایت تمام است اینجا آماده است. من یک مقدار سایز دیگه خرد میکنم، سایزش خرد میکنم ولی باید قابل خواندن هم باشه و این قرار است که امروی از این هم اندازه باشه. من میتونم بیایم در قسمت لیرز و همو گایدلاین های خود باز فعال کنم و میتونم که بسیار به سادگی از قسمت بیارم یا یک دونه گایدلاین دیگه بانم و باز تکست من مطابق ازو. بله بسیار خوب. یک مقدار دیگه هم خوردش میکنیم. بله ایناله رنگ از این تکست قرار است چه رقم باشه. رنگ از این من میخوایم که اینمی رنگ دارک باشه که ما داریم، کنم رنگ سیاه یا رنگ دیگر من از ضرور نیست معرفی کنم. ما رنگ ها به اندازه کافی داریم، رنگ لایت و رنگ دارک کنم رنگ دیگر ضرور نداریم. اون گایدلاین پس دلیت کردم
و این شد دیزاین فرانت ما، فرانت بزنس کارت ما. این قسمت ها نگتیف اسپیس ماست، ما اینجا چیزی نمیمونیم و باز میخوایم گاید روشن کنم. شما سعی کنیم فاصله که از تکست به پایین است و از تکست به بالا است ببینیم بدون ازی یا امی مرجن که جاست طور ما کار کردیم که این فاصله بالا و فاصله پایین یکی باشه. یک مقدار اگر فرق میکنه ما میتونیم که ایده ادجستش کنیم. بازم شما میتونیم که دقیق تر از این اندازه گیری کنیم. و فعلا ایده آف میکنم و شما سعی کنیم بله این شماره تلفن و خلاصه تمام ضروریات ما بر فرانت. خب حالا ببینیم در قسمت پشت سر بزنس کارت ما، در پشت سر بزنس کارت قرار است ما تکسچر ما رو داشته باشیم. پس اول من چی میکنم؟ اول من تمام چیزایی که داریم، مثلا این لوگویی که داریم، این لوگو رو در بالا قرار میدم، مشکل نداره. من یک لیر نو برای جور میکنم، اینه مثلا نامش رو میمانم بک، و دیگر من دیزاین ماندم میتونم بوده بگذارم فرانت، اینه بک. خب بیایم این دیزاین هم تبدیل میکنیم فرانت. و یک گپ دیگه که تمام چیزایی که ما دیزاین کردیم این در فرانت نرفته، در این لیر ما ننداختیم. من باید خودش انتخاب کنم. ببینید اینقدر چیزا شد و تمام از اینا را تا اینجا. خب بله اینیا تا این قسمت فرانت. خب بله چیزایی که در فرانت ضرورت بودن در فرانت بردیم و چیزایی که در قسمت بک ضرورت است یکی تکسچر است، من تکسچر در قسمت بک مندازم و دیگه یکی هم این لوگویی است که ما داریم و این لوگو رو من میبرم و در قسمت بک. خب یه هم در بک و هم در بک. و چیزی که بر ما فعلا اینجا ماند فکر میکنم که یک شماره تلفن و این چیزایی هست که ما در اینجا داشتیم. اینی هست که اینه ما فعلا کار نداریم. من لاک میکنم بکی خاموش میکنم که دیده هم نشه هیچ. ما کار نداریم، میاییم در این قسمت بک ما داریم. بگراند ما باید در پایین باشه، لوگوی ما باید در بالا باشه. پس من این بگراند ما میارم در اینجا قرار میتونم و قبل از اینکه اینه قرار بتونم میخوایم ببینین یک چیز دیگر براتون بگویم. من اینمی سایز که این تکسچر ما است، اینمی سایز در اینجا استفاده کردیم. شما ببینید همون سایز در اینجا استفاده کردیم، همون سایز در اینجا استفاده کردیم. بعضی ها اصلا چه رقم میکنن؟ مثلا اگر در اینجا تکسچر خود ضرورت دارن، من تکسچر خود اینجا میمونن این تا خوردش میکنن، فکس برازمو جای جورش میکنن. باز این تکسچر خورده که در اینجا است و این تکسچر که این طرف مثلا کلان باشه استفاده کردن باز خوب کار نمیده. فرضاً ما یک فولدر هم میخوایم جور کنم، یک نوت بوک هر چیزی میخوایم جور کنم، اگر ما در اونو این تکسچر بسیار زیاد کلان استفاده کنم، بسیار زیاد کلان اندازه یک A4 استفاده کنم، همین عین تکسچر، باز ما یک بزنس کارت بیارم بانم که این رقم خرد خرد در ریزر از کار شده باشه پول در پول بانم، او بسیار غیر حرفه‌ای دیده میشه. پس شما یک کار کنین که همیشه اندازه کنترل زد زدم که بعد جاش بیاد. پس شما همیشه اندازه اصلی تکسچرتان کوشش کنین که مد نظر بگیرین و او را استفاده کنین. فعلا تکسچر ما که میخوایم استفاده کنم نمی است، طور که در امو اول دیدین من اندازه بلید این سایزش مانده و اونمو اندازه رو در ایجا استفاده کردم. اینا رو من چی میکنم؟ من میخوایم یک دانه در این قسمت یک دانه باکس داشته باشم اندازه می بلید ما باشه. بله این شده یک باکس. این حال در این باکس بازم ببینیم و میگم که draw inside. یک کار آسان مثل ماسک کردن است، یک چیز رو درش جور میکنی باز پس دریتش میکنی پروا نداره. این حال ببینیم من این رواز میکنم اینمی background ما رو میبرم داخل از این مندازم، داخل از این انداختم و این چیز سرخه که جور کردیم این پاک میکنم، همین background انتخاب میکنم. نبخشین باید direct selection tool بگیرم، این حال همین background ما رو میارم در اینجا قرار میتونم. بله شما سعی کنین بسیار زیاد حرفه‌ای تر از این رقم. تکسچر ما کلان است ولی در اینجا مکمل کل چیز را کور کردیم همراهش. بازم من تکسچر را انتخاب میکنم، بک‌گراند را انتخاب میکنم و اینا را یک
الاینمنت هم میکنم که دیگر چیز مشکل نداشته باشه و از تو اندازه بلید ما هستن بسیار خوب است. و من در این قسمت بکگراند خود لاک میکنم، لوگو را در سر میمانم، لوگو را باز انتخاب میکنم، لوگوی ما در بالاست، لوگو را میارم پایین، یک مقدار خرد میسازم. چه رقم خرد میسازم؟ ببینین ما میخوایم که اینو براتون بگویم. من مثلا این لوگو است، دو دانه لوگو را من قرار دادم در اینجا. بله، یعنی اندازه ای است که مثلا دو دونه لوگو از این سر بزنس کارت تا این سر بزنس کارت میگیره. پس من اینمی اندازه رو دو دونه پله پله موندم، اینا یک دونه پس دیلیت میکنم، دیگه انتخاب میکنم، اینا میارم در سنتر هوریزونتال و ورتیکال بزنس کارت خود قرار میدم. اینا رو من این قسمت هایی که تکست شد تکسار کلش انتخاب میکنم و میرم رنگ از تکسار سفید میسازم چون بک‌گراند ما رنگ دارک است. خب تا اینجا کار پیشه. حال ما میخوایم در این قسمت پایین ما یک میتونیم بگیم وبسایت هم میخوایم داشته باشیم. پس چی میکنیم؟ وبسایت دیگه آلردی نوشته است. میام در این قسمت سر از این کلیک میکنم، وبسایت که نوشته کردیم انتخاب میکنم، کنترل سی، پس از این خارج میشم، میایم پس در لیر قبل لیر خودمو و کنترل وی میکنم و اندفعه اومده لیر ما و رنگ از اینا من میایم از این قسمت و رنگ سفید براش انتخاب میکنم و بازم میرم هوریزونتال. خب کلش باید اول کنترل جی شوه، بعد از او هوریزونتال الائنمنت میکنیم میشه. خب کل چیزایی ما باید الائن باشه. بسیار خوب. و اگر که دقت کنین یک مقدار ببینید لوگوی ما کاملا در مرکز قرار گرفته، ولی چون ما در پایین وبسایت هم داریم به او خاطر این فاصله کمتر از نظر به این فاصله بالا کرده. پس من چی میکنم؟ باز من انتخاب میکنم و یک مقدار حداقل یک کمک بالاتر میرم. زیادی رو فکس سایزش نمیگیرم ولی هم فقط میخوایم که بالاتر باشه یک مقدار. پس این شد دیزاین ما، بزنس کارت ما و ما قرار است که این بزنس کارت را استفاده کنیم. خب عزیزان اینا تا اینجا خب پیش اومده. من میخوام که اینو سیو کنم. من میام در قسمت فایل و امی داکیومنت ما که هست، خب ما اینو کیک دی بزنس کارت ما گرفتیم، من اینو میخوام که سیو کنم. من اینو در بزنس کارت پروجکت اینجا یک فولدر برای جور کردم به خاطر درس، اینو در اینجا سیو میکنم. فقط فعلا فایل الستراتورش سیو میکنم اول، باز دوباره میایم فایل اکسپورت این دفعه و میخوایم که اکسپورت کنم. یاره میتونم که اکسپورت فور اسکرین بگیرم و با دادج پی دی اف بگیرم، پی دی اف و در کجا میتونیم که ایره ببریم؟ در امی قسمت که دمیجه میتونم که ایره سلیکت کنم و اینجا میخوایم در پرفکتش رو شکنم KKD. بله اردو فایل ما در پی دی اف ثبت شد، دو دانه پی دی اف هست، پی دی اف اولی بله و پی دی اف دومی بله. ببینید پی دی اف اولی و دومی اردوشان آماده شده. و عزیزا دقت کنید در اینجا ما بلید ما فعلا در این شامل است. شما سعی کنید فاصله ما بسیار زیاد فرق میکنه و کوالیتی کار ما بسیار زیاد بالاست. هر چقدر که نزدیک بسازیم هیچ پیکسلیت نیست این کار، بخاطر که کاملا کار ما در وکتور است. البته تیز کم زیاد کنیم بخاطر لود شدن یک مقدار نشان میده پیکسلیت، ولی پیکسلیت نیست فایل و این بلید دهی شامل است. ببینید بلید دهی شامل است. خب من میخوام که یک اکسپورت دیگه بگیرم که بلید دهو شامل نباشه. من این دفعه میرم فایل اکسپورت فور اسکرین و در یک سنباد هم این صفحه برم آمد، من میگم include bleed. ببینید در اینجا این تک مارک است، من اینجا آف میکنم و در اینجا ما پی دی اف پیشتر اکسپورت کردیم. باز میتونیم پی دی اف اکسپورت کنیم، میتونیم پی ان جی، میتونیم جی پی جی، میتونیم اس وی جی، هر چی که بخوایم اینجا اکسپورت کنیم. خب من اینجا این دفعه میخوایم که جی پی جی بگیرم. خب سات میگیرم و میتونم در اینجا سافکس برش اضافه کنم، مثلا هر چیزی که میخواین. مثلا اینجا پرفکت هستی سافکس هست، پرفکس خب سافکس ما میتونه باشه. خب خیلی هست که دیده اینجا هست سافکس ایت همه داشته باشیم، پرمان نداره. و همه اینجا اکسپورت میکنم. بله اینا رو بینید پیشتر ما در پی دی اف فایل ما رفت اندفع در جی پی جی و اینجا شما سعی کنید اینجا دیگه چی میگن اینجا ما اما بلید دیگه نداریم. و اگه شما ببینین عزیزا همین خود اوتپوت جی پی جی ما بسیار زیاد کوالتیش پایین آمده. من الان چی میکنم؟ من کوالتی بالاتر میخوایم از بگیرم. پس ببینیم در
Illustrator دمی فایل ما میریم در فایل Export as Screen. خب این دفعه Scale ما سایز از این 4x یعنی 4 برابر یا میتونیم اتا مثلا 10x بگیرم. این حال یک اکسپورت از این میگیرم این دفعه 10x هست این رو باز میکنیم. بله شما سعی کنید فرق جی پی ای جی پی جی با او جی پی جی بسیار زیاد است، کلانتر گرفته میره و اینا رو ببینید. ما یک بخاطر خوبتری رو ببینید ما خب این دمیجه باشه ما یک فایل نو A4 گرفتیم، horizontal A4 است، کریت میکنم و امی چیزایی که در اینجا ما جور کردیم هم. بله امی دوزان است، بله 10x است، نمیارم اردوی از یارم، البته اردویش رو انتخاب میکنم، میرم در Illustrator و اردوی از یار که انتخاب کنیم در اینجا میگذارم و شما سعی کنین دوزان فایل است، اردویش در اینجا آمد، اردویش انتخاب میکنم، کنترل جی میکنم و در مرکز صفحه خود قرار میتام و باز بعد از اون میایم در قسمت افکت استایلایز دراپ شادو و دراپ شادو رو 50 ایکس شام 0 میسازیم، وای شام 0، بلورش 10 و اپاسیتیش 50. اوکی اینه اینی فکر کنین بزنس کارتی است که ما در بعد از پرینت کردن ایده به دست میاریم. این بسیار یک بزنس کارت ساده است، ببینین نام ما دو است، چیزی که ما ضرورت دارم ای که چیکار هستم این هم دو است و شماره تلفن و شماره تماس موضوعات کل دایش است و به همین شکل در بک‌گراند وبسایت ما است و نام کمپانی ما است و اینجا شما سعی کنید ما نگتیو اسپیس هم داریم، دیزاین ما هم در اینجا شامل شده، رنگ های ما هم است، رنگ گرم و سرد ما هم یک توازن داره، بین سفید و دارک هم یک توازن موجود است. خلاصه از هر لحاظ کوشش کردیم که توازن موجود باشه و دقیق باشه و دیگه از این قدر جنجالی تر ضرور نیست. و یک موضوع دیگر میخوام یاد کنم، ببینید بعضی از دوستا رو میبینم که مثلا نمیش شماره تلفن اینقدر خرد دیگه میگذارن که وا در زمانی که اینو دیزاین میکنن، مثلا اینو دیزاین میکنن اینقدر نزدیک رو میبینن فکر میکنن او این چقدر کلان است بیا اینو اینقدر بگذاریم مثلا، نه با دیگه وقت چاپ میکنن او اینقدر جای میگیره، تمام دیزاینشان یعنی صفحهشان پر می باشد دیزاینای متفاوت و بازو چیزی که ضرورت است و بسیار خرده باشه. این رقم باید نکنین، شما میتونین که این دیزاینتان را پرینت کنین و اندازه از رو ببینین چه رقم. فرضاً ببینین من یک صفحه A4 گرفتم و هر دوی از یارا در این صفحه A4 قرار دادم، یا که هستن اگر پرینت شون در صفحه A4 به این شکل معلوم میشن، یعنی این اندازه واقعی یک بزنس کارت است. دورانی که من خودم پرینتر نداشتم در خانه، در کابل زندگی میکردم، اون وقت در خانه پرینتر من نداشتم، من چی میکردم؟ در روی اسکرین لپتاپم یک بزنس کارت را به سایز 2.5 میچسباندم، بعد از او بزنس کارت زوم این زوم اوت میکردم، اندازه امو بزنس کارت میساختم، بازو بزنس کارت را که چسبانده بودم از روی اسکرین دور میکردم و میدیدم که آیا این بزنس کارت ما خوانده میشه یا نمیشه، چون دیگه رقم اندازه گیریش بزار مشکل است، حتی خطکش میتونید در روی اسکرین بگذارین و ببینین. خب کسایی که پرینتر ندارن و کسایی که پرینتر دارن یا مثلا یکی از دوستایشون داره میتونن اینو در یک A4 بگذارن دیزاین خود و همین A4 پرینت کنن و بعد از اون وقتی A4 گرفتن ببینن تا چی اندازه قابل خواندن است تکست که در اونجا جاسازی شده. خب میریم و این به خاطر پرینت ما این به یک کمپانی از طریق آنلاین، یک کمپانی به نام وستا پرینت است و میخوایم در اونجا این پرینت شو آردر کنم. خب عزیزا من آمدم در یک وبسایت به نام وستا پرینت، این وبسایت بسیار خوب است، من همیشه چیزی که بخوایم پرینت کنم از طریق از وبسایت میام پرینت میکنم. خب چه رقم است که بسیار به شکل ساده، البته بسیار زیاد پرینت میکنن، بزنس کارت و مارکتینگ متریال ساینس اند بنرز فوتو گیفت وال آرت، هر چیزی که یعنی به پرینت ضرورت داشته باشه این کمپانی اون رو پرینت میکنه. خب من چی میکنم، من میخوام بزنس کارت ما پرینت کنم، چیز زیادتر از این نمیخوام، پس من اول میایم و هر دوی از او دیزاینایی که من میخوام پرینت کنم وارد میکنم در اینجا. پس میایم از این قسمت و فایل خود انتخاب کنم، ببینیم اینجا فایل های ما 1x داریم که بسیار ضعیف است، کار ندارم، PDF هم در اینجا PDF هم کار ندارم، میایم این JPG 10x ما رو باز میکنم و هر دوی از این فایل ها رو انتخاب میکنم و اوپن میگم، هر دو فایل ما در اینجا آپلود میشن
بله فایل ها اپلود شد. حال چی میکنه ببینین، من دارم فرانت و بک، من اول فرانت انتخاب میکنم و این در فرانت میگذارم. خب یک مقداری کلانتر باید بسازیم. بله این فرانت ما شد و دقت کنید کوالیتی ما خوب است، کوالیتی ما ضعیف نیست و این خود از این هم میبینین سیفتی لاین داره، به این معنی که اگر دیتای بسیار مهمتان از این لاین به بیرو باشه خوب نیست، امکان داره که خرابی پیش بیاد. و خودشان چیزایی دارن که ما میتونیم از طریق از دیزاین کنیم، من او را کار ندارم، میرم در بک ساید و در بک ساید هم ای قسمت بک را مندازم. کلش ما صحیح است، مشکل نیست. خواهی نمی کابل کایت ویب سایت ما اگر در روی خط می بود خوب تر بود، خب میتونم برم ادیتش کنم پس بیام، ولی وقت شما ضایع میشه دیگه، دیگه زیادتر وقت نمی خواهیم ضایع کنم. این فکر کنین که دیزاین واسه میرم در پریویو، در پریویو وقت بریم من نشان میده که مثلا اردوی از یک پرنت شد بینین بک سایت و اردویش سایت بای سایت این تیک چیز پرنت میشه. خب من میرم پیشتر و میخواهیم میره پرنت کنم ببینم که چی آپشن هایی داریم به پرنت ازی. بله این حال برای میگه که محتمالی رو بخوانین ببینین که چیز اشتباه نداشته باشه. من میگم I have read and approved my design، خود دیزاین خود این قبول کردیم. بعد از اون میایم در اینجا ببینیم ما اینجا ورق انتخاب میکنیم. استاندارد ما 14 پوینت است، پریمیم ما 16 پوینت و پریمیم پلاس 18 پوینت است. خب بعد اینجا میتونیم که او رو به شکل 3D ببینیم. چیزی که ما میخوایم او 18 پوینت است. البته ببینید در 16 پوینت هم ما یک چیز بسیار مقبول داریم، مثلا پرل پرل تاکه یک جلای بسیار خاص دارم و همین رقم سافت تچ که هست، باید بخی سافت هست دیگه، هیچ چیز نداره، جلا چیز نداره. و گلوسی یعنی جلادار، گلوسی هم داره میبینین، این دیگه گلوسی هست، میبینین مثل شیشه واره قسمت پشترش نه ولی پیش رویش گلوسی هست. خب هر رقمی که شما بخواهید نمیتونید انتخاب کنید، من میبینم در پریمیم پلاس و از یک گلوسی رو انتخاب میکنم و راوندد کارنرز، راوندد کارنرز میبینین اینا چه رقم شدی. بله این شد. این شد دیزاین ما. این حالا من میرم عزیزا قیمت از این 66 دلار میشه، البته چون من این را انتخاب کردیم 66 دلار، مثلا این راوند اگه نباشه عادی باشه 56 هست، من این راوند که میگیرم 10 دلار اضافه میشه و باز قیمت از این پریمیم پلاس هم یکمه که بالاتر از نظر بده گاهی به اون خاطر یک چیز بالاتر شد و مقدارش هم 500 دلار هست، 500 دلار و 66 دلار برای من جور میکنم و پیش میرم این را پرنت میکنم و معلومات کارت و دیگه چیزایی که ضرورت هست رو انتر میکنم و باز فکر میکنم که یک وقت را میگیره، فکر میکنم یک هفته دو هفته من ویدیو را اپلود میکنم، شاید تا وقت که یک هفته بعد که رسید باز من عکسش میگیرم برای شما جداگانه در فیسبوک خود پست میکنم تا شما را ببینین، ولی فعلا ما نمیتونیم صبر کنیم تا که نتیجهش یا پرنت ما بیایه بر ما، پس من فقط را پرنت میکنم و پیش میریم. خب عزیزا این بود درس امروز ما یا پروژه امروز ما یا کار امروز ما، امیدوار هستم که براتون مفید بوده باشه، ازش یک چیز یاد گرفته باشین، اگر که داشت کدام کمی و کاستی باشه معذرت میخوایم. شما میتونین که از این که خوبتر با دقت بیشتر دیزاین کنین، کار کنین و چیزهای بهتر بسازین. من در چند ویدیو آینده هم بعضی ضروریات که کابل کای ضرورت داره پرنت شوه اونو را دیزاین میکنم، چیزهای پرنت ها و برای شما هر کدام شد جداگانه در یک ویدیو نشان میتونم. خب عزیزم وقت خوش میخوایم براتون و تا دیزاین بعدی، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار شما. Thank you.